با درود به هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز سه‌شنبه است و 11 از ماه اکتبر سال 2011 میلادی. در روزهای سه‌شنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف صحبت می‌کنیم. امشب در خدمت شما یک گزارش خواهم داد از این در واقع سمیناری که ما در شهر آستین داشتیم. اجازه بفرمایید یک غزل از خواجه حافظ خدمت شما بخوانم. میفرماید بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد اون صحبت شبها که با زلف تو هم بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. حسن محرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. پیش از آن که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا روی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بگذست معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کردم عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. غزلهای خیلی 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 عالی خواجه حافظ شیرازی. خدمت شما عرض میکنم که همونطور که قبلا هم اعلام کرده بودیم، ما رفتیم در شهر دالاس، در ببخشید شهر آستین. اونجا دوستان بسیار گرامی و بزرگواری داریم در اونجا. دعوت کرده بودن که ما با آقای دکتر هیلمن که سالهاست تدریس زبان فارسی میکند در همون یوتی آستین، یعنی یک شعبه از دانشگاه تگزاس در آستین، خیلی خیلی هم بزرگ هست گویا، نمیدونم، دوستی میگفتن قریب 70-80 هزار نفر دانشجو دارن، در اونجا ما صحبت کنیم. ایشان سالها در ایران بودن، از دوستان آقای علی شریعتی بودن و در اینجا هستن. پیش از این خدمت شما عرض کردم که عذر میخوام، اعلام کردم خدمتون که اونجا خواهیم بود و صحبت میکنیم. البته داستان از اونجا آغاز شد که دوست عزیز من آقای محمد صادقیه که به حق فرمانده کل کفار در اون منطقه هستن و من ایشون رو خیلی دوست میدارم و عرض کنم که در منزلشون بودیم و بسیار بسیار زحمت کشیدن، ازشون بسیار سپاسگزاری میکنم. و همسر نازنینشان در باب شاهنامه با من صحبت کردن چنین و چنان و در ارتباط با ارتباط فرض کنید که فردوسی و مذهب و این صحبت ها که مربوط است به در واقع شاید دو ماه پیش. بعد دوست گرامی آقای افخمی زنگ زدن و بحث حافظ رو به میان آوردن که ما در اونجا باشیم و ابتدا سخن بر این بود که دو جلسه باشد و این شرایط رو آقای دکتر هیلمن معلوم کرده بودن که در واقع ابتدا یه تکستی ایشون معلوم میکنن و در بابش صحبت میکنیم، من صحبت میکنم، ایشون صحبت میکنه، تکستی من معلوم میکنم، یعنی چند غزل در واقع. چنین نشد، در واقع جلسه دومی در کار نبود. اونجا رفتیم، دوستان آمده بودن، یک فضای خیلی خوبی بود و ما در اونجا صحبت کردیم. من فکر کردم چون جلسه دومی نیست و فرصت این نیست که مخلص تکستی تهیه بکنم، یک میانگینی از هر دو باشد. سه غزل از انتخابی ایشان رنده خوندم و مبالغی در باب حافظ صحبت کردم که همون مطالب رو اینجا خدمت شما خواهم گفت. پیشاپیش سپاسگزاری میکنم از آقای صادقی و خانومشون و دوستان دیگر و همچنین
دوستانی که از تگزاس آمدن، آقای ایرج درویش، آقای سیاوش، آقای کریمی، آقای منصور، دوستان بختیاری ما که تشریف آوردن و در اونجا بودیم، شب هم دوره هم بودیم و جلسه خیلی خوبی بود. در واقع آقای هیلمن هم نظرات خود رو داشت که البته به زبان انگلیسی صحبت میکردن، در ارتباط با یک غزل حافظ صحبت کردن، یک مطالبی گفتن. فرصتی برای مخلص نبود دوباره در باب این قضايا عرض کنم که یک مطالبی که ایشون گفتن صحبت کنم. امشب در اون باب هم حرف خواهم زد. صحبت مخلص بر این بود که این حافظ عرض کنم که یک ذهنیتی است در قرن هشتم. اگر تحقیق مرحوم محی طباطبایی که همه مستندات خودش رو ارائه کرده درست باشد، این خواجه حافظ ما به سال 713 به دنیا آمده و به سال 791 هم از این جهان رفته. در واقع حدود 78 سال قمری حافظ شیرازی عمر کرده در یک دوران بسیار بسیار خونین پرفراز و نشیب. آجان دوچار سرگیجه میشه وقتی این تاریخ دوران حافظ رو نگاه میکنه که چگونه در دست فرض کنید که قیاس الدین کیخسرو و مسعود اینا از خاندان اینجو، بعد رسیده است به شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو، بعد عرض میکنم اینجا ملک طوایفی بعد از مغل هست، یعنی با مرگ همین سلطان ابو سعید که آخرین مغل هاست یک خلایی در مملکت ما ایجاد شده است و زورآزمایی زورمندان برای گرفتن بخشی از کشور در بخش یزد و کرمان. امیر مبارز الدین محمد هست مظفری که داستان او با این شاه شیخ ابو اسحاق حکایت هاست و این یک مردی بوده است بسیار بسیار متعصب، یک خمینی رنگی بوده است با شمشیر. البته خمینی البته مرد شمشیر زنی نبود، از قرآن خان بود، عمر شمشیر زن هم بوده اما همین تعصبات رو داشته. و داستانی آوردن که یک مردی بود در همین بم گفته بود یک مو دارم که از پیغمبر اسلام است. حالا ببینید دروغ رو ببینید که موی پیغمبر اسلام در نمیدونم بم چه کار میکنه و اینها. بعد این آقا آمده میخوام میزان علاقه دینی این مرد و وقتی یک همچین آدمی به فضایش آزاد شیراز حاکم میشه چه درد و رنجی حاکم میشه بعد در فضای فکری آزادگان مثل حافظ. عرض کنم که این آقا رفته بخره این مو رو تا میگن تا 100,000 دینار این آقا پیشنهاد کرده و اون نپذیرفته، تا اینکه بعد زور این آقا زیاد شده و بخش بم و اینها هم داشته میگرفته، این آمده گفته من خواب دیدم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد به من گفت این تار مو رو بده به این امیر مبارز اما مجانی نده. این امیر هم آمده است و 100,000 سکه که شمرده و گذاشته آقا روشو برگردونده، یعنی نمیفروشن به این قیمت. سرانجام تمام اوقاف منطقه رو دادن به این آخوند، این مو رو گرفته از این. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و بعد جنگ ها که شده است بین این دو تن و سرانجام این مرد که بسیار بسیار دلاور بوده، این امیر مبارز محمد که حافظ او رو محتسب میخواند، آمده است و عرض میکنم که در اطراف شیراز و هر کار کرده است. این آقا همین دوست عزیز ما بسیار بسیار مرد بزرگ و بزرگواری بوده، این شاه شیخ ابو اسحاق، در باب او گفتن که یک مشغول ساختن یک بنایی بود که گفت من اونچنان بنایی بسازم که مردم به حج نروند و برای دیدار این بیایند. عبید زاکانی گزارش داده است از اون. یکی دو تن شاعر میشناسم که در باب اون خود او میگویند که میامده لخ میشده و پا در گل میکرده و مردم میامدن و کمک میکردن، که البته بیچاره بدبخت دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. بله این غزل هم خدمتتون میخونم. باری این امیر بازین آمده و مشهور است به قدری مست بود این، وقتی که شهر در محاصر افتاد آمد بر روی دش بر باره، در واقع آمد نگاه کرد و اطراف سپاه رو دید، گفت عجب ابله مردی بوده است این امیر مبارز الدین که در هوای به این خوبی و به این زیبایی با این لطافت باد بهار ننشسته است به میخواری آمده با من جنگ کن. یه همچین داستانی. مقصود این که حافظ در خدمت او بوده، همچین همنشینی داشته. در واقع بخوام از زاویه دینی به حافظ نگاه کنیم، ما از نماز خوندن حافظ اطلاع نداریم اما از شرابخواریش و علاقه مفرط او به شراب اینها اطلاع داریم.
خلاصه مطلب این که این آقا گریخته و به اصفهان رفته، البته اینجا وقت نبود من چیزا رو بگم، رفته به اصفهان و در یک تنور پنهان شده. بعد بخین صدام حسین که در اون زیرزمین بود او رو بیرون کشیدن، دوستانش رو تحویل دادن و اون هم از کنم که سری رو بریده. باری حافظ در خدمت این مرد بوده، خیلی او رو دوست داشته، از میان کسانی که ممدوح او بودن بیشترین علاقه او به این مرد بوده. و شاه منصور بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید، کجا صوفی دجال فعل ملحد شیخ بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. شاه منصور، منصور مظفری و شاه شجاع. شاه شجاع البته عرض کنم که دراز مدتی بر شیراز، بیشترین دوره عمر شاعری حافظ در و بخش خیلی مهمیش در دوران همین شاه شجاع بوده، رابطهشون هم خیلی خوب بوده. اما شاه شجاع میگوین اندکی گرایش ها داشته از صلاح الدین، بیشتر از شاه منصور اون یکی، اما خود شاعر بوده، نویسنده بوده، تا جایی که اگر ما این شعر حافظ رو بگیم معنی تعبیر کنیم که حتما هم درست است، کمک میکرده به تصحیح بعض اشعار حافظ اینها بالاخره. بعد اتفاقات دیگر که افتاده است و چندی بار این برادران با هم جمع کردن و جنگ کردن، یک دوره هم شاه شجاع مجبور شد شیراز رو ترک بکنه و این غزل ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک اون وادی و مشکین کن نفس، اشاره است به همین دفتن این شاه شجاع به شهر تبریز که دوباره باز برگشته، کشمکش ها بوده. عرض کردم که این حافظ رو شناختن و اینها به این بایستی ما برگردیم به روزگار پیش از حافظ شیراز. بله این تصویر خیالیست بکنم آقای تجویدی کشیده، خومم کشیده، اون آدم خمار جولیده بدون نشاط رو که بعد اوقات نقاشی میکنن و حافظ برازنده نیست، این بد نبود. عرض کردم که برای شناخت این مرد، این که ما از این سو حرکت کنیم کار ما به جایی نمیرسد، دچار توهمات بشه بیم به جهت اینکه شعر دارای ابهامات هست، ایهام ها داره، اینها این عناصری که وارد این منشور ذهن حافظ شده جریانات قوی و ضعیف فرهنگی بوده که از اون سو به یک پدیده بسیار نیرومند به نام شعر حافظ تبدیل شده. تبدیل شده، یعنی اگر ما این مرد رو با قرآنش برمی‌داشتیم می‌بردیمش در جزیره نمی‌دونم آبسکون، اونجا رهاش می‌کردیم، هیچی نمی‌شد در واقع. هیچ در واقع این ذهنیت حافظ محصول شرایط اجتماعی و سوابق فرهنگی این مملکت هست. عرض کردم یه تعریفی از شعار دادم و دسار. شعار که می‌گوییم یعنی لباس بیرونی، یکی میگه فلانی شعار میده، یعنی این روی بیرونی اندیشه‌های این آقا هست. شعار هم غلطه البته، شعار واسه باشه. و دسار، دسار به سه سنفی یعنی لباس زیری. عرض کردم این چیزایی که حافظ میگوید مثل این که نمیدونم هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم، نم قرآن زبر بخانی با 14 روایت یا از این جور داستان ها، اینها شعار حافظه. اینا چیزی از حافظ به ما نمیگه واقعا، نه چیزی از اندیشش میگه، نه چیزی از فکرش میگه، نه چیزی از جهان بینیش، اینا شعاره. و سعی کردیم در این مدت کوتاه نشان بدهیم که از کنم که اون چه حافظ گفته دیگران هم گفتن، او بهتر گفته، مضامینی که گرفته خدمتتون چند نمونهش عرض میکنم. باری یکی از این عناصری که بایستی در نظر داشته باشیم که ذهنیت حافظ در مسیرش قرار گرفته بوده، تاریخ، واقعا تاریخ و میتولوژی، یعنی همون ایران باستان، چون ما در حافظ بسیار نشانه ها میبینیم و دلبستگی او رو به اساطیر ملی میبینیم. بده ساقیان می که حال آورد کرامت فزاید، کمال آورد به من ده که بس بیدل افتادم و از این هر دو بی حاصل افتادم. همون مرحله است این بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و تور، همون مرحله است این دیار خراب که دیده است ایوان افراسیاب، نه تنها شد ایوان و کاخش به باد که کس دخمه نیزش ندارد بیاد. در این ساقی‌نامه اشارات خیلی مستقیم به این فرهنگ باستان ایران هست، نشان میدهد حافظ خیلی علاقمند بوده به این داستان و ما
شماره که کردم مخلص در این ارتباط که فکر میکنم نسبتاً شاید دقیق باشه این هست که این نامهایی که ما درآوردیم از در واقع اساطیر اینان بیشترین اینها جمع هست، جمع و قباد و تحتن، بله اینها همه هست، اما در تمام این غزلهای حافظ هرچی ما نگاه کردیم هیچ اثری ما ندیدیم که عرض کنم که از بزرگان دین در غزلهای حافظ کوچکترین نشانی ما که پیدا نکردیم. خدمتتون میخونم: جم 32 بار جمشید، 14 بار رستم، یک بار تهمتن، یک بار افراسیاب، یک بار شیده، زرتشت، پیران، بهمن، قباد، کابوس، 4 بار پرویز، 3 بار باربد، 1 بار کسرا، 1 بار. ولی ما در این 500 غزل حافظ نشانی از فرض کنید که محمد و علی و اینجور چیزها ما ندید. خب اگه این مرد خیلی 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 آدم دینی بود و خیلی خیلی به این قضای علاقه داشت، یک اشاره هم میکرد، یه چیزی میگفت، امکان نداشت چیزی نگفت. حافظ تقریبا تمام حاکمان و وزرای هم عصر خودش رو نه تنها در شیراز که در بغداد، نمیدونم تا برسه در دکن، و عرض میکنن که بخش همین هرمز، اینها همه نام اینها رو برده، به یک وجه اینها رو مدح کرده. البته مدح حافظ خیلی فرق می‌کنه با مدح قصید سارا، اما نام و نشانی از این بزرگان اسلام ما در غزل‌های حافظ نمی‌بینیم. اینو در جواب کسانی عرض میکنن که خیال میکنن حافظ انسان خیلی 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 مذهبی بوده و این اشارش به قرآن، این در قرآن زبر بخوانی و 14 روایت هم ما نفهمیدیم به چه معنی. آقا قرآن چند روایت بوده؟ تا اونجایی که به خود قرآن مربوط هست هر سبب که ما یک زید ابن ثابت میشناسیم، یک ابو موسی اشعری و یک عرض بکنم که اون یکی که حالا اسمش فراموش کردم، عبدالله ابن مسعود. یعنی وقتی که دوران ابوبکر هست و عمر هست، این سه نفر سه نوع قرآن داشتن از نظر عرض بکنم ترتیب آیات، و میرفتن میخواندن. و عثمان گفته است که این سبب تشتت و پراکندگی بین مسلمین می شود. همه اینا رو جمع آوری کرده و سوزانده، و بنا به مشهور قرآنی که پیش حفصه بوده، حفصه دختر عمر و زن پیغمبر اسلام، اون رو معیار قرار داده و هر عربی هم که در واقع می آمده و به گواهی یک نفر شهادت می داده که این آیه رو من از رسول شنیدم، اینا رو هم وارد کرد. که البته اختلاف خیلی زیادی داره این قرآن با اون قرآنی که در صنعا کشف شد. خدمتتون عرض کردم که 30,000 میکروفیلم ازش تهیه شده، مربوط هست به اندکی بعد از رسول، و این خیلی مشکلات رو برطرف میکنه، نشان میده که این چیز از آسمان یک مرتبه نیفتاده پایین. بنابراین قرآن زبر بخوانی در 14 روایت ما که نفهمیدیم یعنی چی. ندیدم من در جایی که کسی بوده 14 روایت قرآن بود که نبود، مگر این که به 12 نوع آواز که 12 ردیف موسیقی ایرانی بوده میخونده، دو تا دیگه هم خودش کشف کرده بوده یا به عربی مثلا، در حالی که موسیقی عربه خود از ایرانه. بنده ندیدم، نمیدانم یعنی که 14 قرآن زبر بخوانی در 14 روایت در این مقالات حافظ شناسان هم ندیدم، بنده ندیدم. اگر هست لطفاً بفرستید ما نگاه کنیم ببینیم 14 روایت چه بوده. مقصود این که حتی اگه این هم درست بوده باشه، این هم شعار هست، این هم شعار هست، قرآن زبر بخوانید در 14 روایت. خب این از تفکر حافظ چه گفت؟ هیچ. اما وقتی میگوید دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم، از حافظ چیزی میگوید، از اندیشه ما یک چیزی میفهمیم. یا با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خودپرستی. خیلی خیلی حکایت میکنه از این ذهنیت حافظ. باری و البته تاریخ موسیقی که بسیار بسیار مهم بوده و یک بحث مفصلی هم کرده است خدمتتون آوردم خوندن، یکی از محققین که اساساً واژه حافظ به معنای کسی یک غزل از حفظ داشت و به آواز میخواند، به آواز میخواند اینها، و تعداد حافظان رو آورده. شاید من در این سرخوسی گیریم کتاب رو بیارم خدمتتون، گرچه یک باری دیگر در تصویر ایران که بودیم در یک شب من این حافظا رو معرفی کردم، عبدالقادر حافظ غیبی مراغه‌ای مشهورترین موسیقی دانان بوده و این واژه حافظ همواره با
عرض میکنم که در واقع به نوعی معنی موسیقی دانستن و به آواز خوندن میداده که میارم قسمتتون میخونم. و تاریخ تصوف، و تاریخ تصوف خیلی خیلی اهمیت داره، گرچه حافظ شیرازی خانقاهی اونچنان نیست و ما سراغ نداریم که کسی بگوید بله حافظ هم دست ارادت فلان پیر داده بود و در فلان خانقاه ساکن بود، جزء فلان سلسله بود، همچی چیزی ما نداریم. اما این عناصر اصلی خانقاه و تصوف که اینها هم عناصر ایرانی بودن، در واقع عناصر ایرانی بودن، وقتی که این اسلام عزیز آمده با اون جمود و اون خشکی و اون عرض میکنم حالت بهیمی که این دین داشته، این برای ایرانیان خیلی خیلی مشکل بوده، برای روشنفکران ایرانی حل و حزمه همچین چیزی کاملا بیگانه. این است که آمدن بیچاره ایرانیان برای تلطیف این دین، برای افسودن یک بعد معنوی، چون بعد معنوی نداره اسلام، اینها تصوف رو عرض میکنم که بنیان گذاشتن در خراسان. میگوین شریعت، طریقت، حقیقت، یعنی شریعت انسان رو به حقیقت نمیرساند. شریعت و خوشبختانه توانستن این متصوفین بزرگ که از بزرگان اینها درجه دو و سه هم که بگیریم، یکی از اینا در همه آخوندها پیدا نشد، اینها به مردم ما ثابت کردن که اینها مردمان قشری هستند، ظاهری هستند، اینها آدم های عمیقی نیستن. این آقایون آخوندهای محترم هیچ موقع نبودن، هیچ کسی نداشتن که واقعا بشه که ارزش داشته باشه کارش خون. در حالی که اشعار صوفیان درجه سوم رو مثل فرض کنید صفی علی شاه رو میشود خوند و لذت برد، ذوق درش هست، لطافت درش هست، انسانیت درش هست، میشود خوند. و مطلب دیگری که واسه گفته باشه خدمت شما این است که هرگز آدم دینی شاعر نمیشه، که این نکته رو فراموش کردم اونجا بگم، ذهنیت دینی شاعر ازش در نمیاد، یعنی از این مدارس طلبگی شاعر بیرون نمیاد. چند تا شاعر از این فیضی قوم آمد بیرون؟ سهل است که در تمام این دوره ها، در تمام این دوره ها هزاران هزار هزار طلبه و آخوند بیرون آمد، ما شاعر ندیدیم از بین اینا، به جهت اینکه با متانت دینی و سنت رسول مغایرت داره شعر. مورخین به ما میگوین که حضرت رسول ختم مرتبت وقتی میخواستن شعر رو بخونن وزنش رو خراب میکردن که شعر نخونده باشن، و همین کار رو خمینی هم میکرد. شعر حافظ رو میدانست اما میگفت این چیه که میگه خرقه بره به آتش لایق آتشه، او چیه اینا، یعنی ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. مثلا ببینید دینی ها اصلا شاعر پیدا نمیشه آقا جان، شاعری از شعور، شعور میاد و شعرا در واقع به نوعی آزاده بودن، کارشون با مطرب و می و خوشباشی و عرض میکنن که بیان لطافت های زندگی و دقایق زندگی و عشق از همه مهمتر بوده. اینی که از ذهنیت مذهبی اساسا علیه اسلامی که کسی شاعری هم بکنه، کما که بعض اینها که عرض میکنن که شاعر بودن، اگر به دین پیوستن شاعری رو ترک کردن و از اون تن میزدن. اون حسام الدین نصفی رو خدمتون آوردم و داستانش با خاقانی که خیلی هم شیرینه، یه بار خدمتون گفتم تکرار نمیکنه. اما اصولا آدم هایی که عرض کنن که اسکولاستیک دینی اسلامی از شعر تن میزنن، دوست ندارن شعر رو، نمیتونی به من نشون بدین نمونه ها که بله این شاعر دلسوختم آخوند بوده. گاو در بغداد آمد ناگهان، آید ناگهان میرود از این سران تا اون سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه او ندیده جز که قشت خربزه. مولانا میگوید گاو رو ما میفرستیم تو بغداد با بازار به این زیبایی، گاو که رد میشه این چشمش به قول امروزی ها پوست خربوزه رو اسکن میکنه، چون پوست خربوزه دوست داره. اون زیبایی ها و لطافت ها و هنرهای بازار رو شاعر میبینه، پوست خربوزه رو آخون میبینه. منظور مولانا هم آخونده هاست. زین همه عیش و خوشی ها و مزه اون ندیده جز که قشت خربوزه. باری این عناصر تصوف که عبارت باشند از یک خانقاه نشینی، کاملا عنصر ایرانی است،
موسیقی ایرانی است، جوانمردی یادگار روزگار ساسانیان هست، وحدت وجود اینها عناصر است که عرض کنم که در این تصور بر این چهار پایه استوار هست و در تاریخ جریان پیدا کرده و حافظ هم مصطلحات اینها رو گرفته و با مهارت بسیار استفاده کرده. بیشتر عنصری هم که مورد استفاده قرار داده عنصر عشق بوده. بله، از سرای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. بذار فرمایید که یک موسیقی به انتخاب وارسان گرامی، اگر علی موجود نباشد، البته که حتما نیست، بشنویم و بگردیم خدمت شما بزرگواران. اگر وقت باشد من حافظها رو خدمتتون معرفی میکنم. به چند دقیقه Thank you.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما وطن گرامی، تا عرض کنم که برسیم به مطلب، که دو موضوع کوچیک من خدمتتون، یکی این که این برنامه آستین رو در واقع با مدیریت دوست بسیار عزیزمان آقای بیژن افخمی برگزار شد، مدیریت کرده بودن و آقای ایلمن صحبت کرده بودن و خیلی خیلی زحمت کشیده بودن و به خوبی اداره کردن. بیژن از دوستان خیلی خوب و از یاران بسیار بسیار خوب سرزمین جاوید هستن که با پدر بزرگوارشون آمده بودن، آقای مرتضی افخمی. این یک موضوع. موضوع دیگر که خواستم بگم خدمتتون این هست که برنامه پارازیت از ما دعوت کرده است فردا با برنامه پارازیت مصاحبه کنیم ساعت 6 بعد از ظهر و اعلان کرده است در همین چی میگن فیسبوکشون و در اونجا مردم نظر میدن و سوال میکنن. از بین اون سوال ها ایشون سوال انتخاب میکنه موجودی و از میپرسه از میگن. ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم این سایت ما رو امروز زده بودن و مشلق کرده بودن. قول بعضی ها یک عکس نارنجک بودید کلاشنیکوف و اینا هم روش بود و حساب ما رو ترسونده بود که دوستان دارن کار میکنن که تعمیرش بکنن. به اطلاع شما میرسانم که در ارتباط با رسانه ها و نقش رسانه ها در موضوع آزادی و دموکراسی ایران روز 23 اکتبر از 4 تا 7 بعد از ظهر در دابل تری هتل هستیم که در محل 1981 نورت سنترال اکسپرس وی هست در شهر ریچاردسون تگزاس 75-08 چطور نوشتم من نفهمیدم. عرض میکنم که در جاده 75 هست و تلفن 214-243-3102 تلفن اطلاعات هست. پس 23 اکتبر از 4 تا 7 بعد از ظهر در دابل تری هتل هستیم با تلفن 214-243-3102. دوست بسیار عزیز و گرامی آقای ایرج درویش میتوانید تماس بگیرید راجع به موضوع رسانه ها عرض کنم صحبت میکنیم. اگر سوال مهمی دارید که نتوانستید از مخلص بکنید می توانید به فیسبوک برنامه پارازیت تشریف ببرید، اونجا سوالتون رو مطرح بفرمایید، مجری هم نگاه میکنند و اونجایی که وقت هست گویا 21 دقیقه 22 دقیقه برنامه است که 8 دقیقه در تلویزیون پخش میشه، ما بقی به عنوان عرض میکنند که اضافات یا اکستند یعنی تداوم در واقع برنامه در یوتیوب و عرض کنم که فیسبوک گذاشته میشه. بنابراین فردا در یوتیوب پارازیت هستن. خیلی مطلب زیاد در این ارتباط همین دوستان حافظ. یک موضوع دیگری که مخلص گفتم و اونجا از سبت که بحث شد در بابش موضوع رابطه زنجیر و دیوانگی است. زنجیر این فرهنگ میدونی از زمانی که پیدا شده است و این زبان پارسی اینا پیچیدگی های بسیار داره، پیچیدگی خیلی داره. شیدایی هم یعنی دیوانگی. وقتی میگیم دل دیوانه البته یعنی دل عاشق. خاقانی میفرماید که هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان، یک ره زره دجله منزل به مداون کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مداون ران، تا سلسله ایوان بخصست مداون را، در سلسله شد دجله
چون سلسله شد پیچان. سلسله ایوان یعنی اون زنجیر عدل انوشیروان است، جناب اون چه شهرت دارد، میگه تا اون از هم گسیخ و فرو ریخ، دجله دیوانه شد، دیوان در سلسله و در زنجیر شد و مانند زنجیر پیچان شد. وقتی شما نگاه کنید به سطح دجله خروشان میاد به هم میپیچه، این عرض میکنم حالت زنجیر. تا سلسله ایوان بگسست مدائن را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. و عرض کنم که این راجع بود به، باید میخوام یک نقل قولی هم بکنم از یغمای جندقی، میگوید به جانان درد دل ناگفته مان، ای نطق تقریری زبان را نیست یارای سخن، ای خواب تحریری. و در یک چطور من یادم نیست، میگوید ز تنهایی دلم دیوانه شد، ای زلف زنجیری. یعنی این ارتباط همیشه در شعر فارسی هست. گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می کرد. بله، عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. این ارتباط زنجیر و دیوانگی یا شیدایی عشق همواره هست، یکی مثل دو مثل نیست که من بگم خدمتتون بگم. این یک موضوع بود. موضوع دیگر یعنی که موضوع بحث شد و بعد به طور کلی مثل که تبدیل شد به تنه اصلی بحث، این بود که من عرض کردم آقا ما سه ناحیه داریم، سه ناحیه فکری که در سمت چپ فرض کنید در اینجا علم ساینس، در سمت راست اون سو دین هست. یعنی این دوتا با هم خیلی فاصله دارن. در همسایگی اینها در این پهنه‌ای که بسیار وسیع است، پهنه فلسفه است، فلسفه اینجا دین هست، اینجا هم عرض میکنم که علم هست. فلسفه در واقع ایجاد سوال میکنه، ایجاد روشنفکری میکنه فلسفه، و علم در واقع از زمینه فلسفه است که برخواسته بسیاری از سوالات فلسفی رو علم جواب داده. مثل داستان جوهر و عرض، جوهر و عرض. مثلا میگفتن که عرض کنم که عرض چیز دیگری است از جوهر. مثلا رنگ سیب این عرضه و بوی سیب عرضه و جوهر چیز دیگه است. فیزیک ثابت کرد که این داستان عرض چیز مهمله، هرچه هست ماده است، یه عرضی وجود نداره. از این داستان ها عرض می شود که و در باب کهکشان ها اظهار نظرهای مربوط به متافیزیک، این حرفا فیزیکس اند متافیزیکس، در واقع یکی از بخش های مهم فلسفه متافیزیکس بوده. متافیزیکس ثابت شد که متافیزیکس اصلا جزء علم نیست، یک سخن مهملی است در واقع. این سوی قضیه اون چه دین به عنوان دانش تولید کرده همه مهمل بوده، نانسنس بوده. هر چه در باب انسان شناخته که آن شناخت گفته است همه مهمل بوده، ایگنورنس بوده به قول راسل. و این تئوری راسل، من خدمتتون میگم از من نیست، برتون راسل، سر برتون راسل میگه هر چه این دین تولید کرد به عنوان اندیشه و به عنوان علم به ما داد، مثل داستان انسان که در بهشت بود و نمیدونم زن که از دنده چپ مرد آمد و بعد اینا رو نمیدونم سیب خوردن و بعد اردن خوردن و آمدن در این طبیعگاه، اینها میگه اینا ایگنورنسه، این که علم نیست که آخه. و عرض ما دیگر مخلص این بود که بنابراین آدم های اسکولاستیک اهل دین برای اینها سؤال فلسفی مهم مطرح نمیشه. این تبدیل شد به این که بنده گفتم آدم های مذهبی سؤال نمی کنن. آمد که چنین چیزی نگفتن، که اصلا اسانس حرف ما این نبود. حالا اینم تبدیل شد به بحث، چنان که گویی ما اومدیم اونجا راجع به این که آدم مذهبی فکر میکنه فکر نمیکنه یا سوال میکنه میگه صحبت کنه، چنین چیزی نبود. عرض ما این بود که اینا سوال براش مطرح نیست، به جدی همه چیز رو میداند، همه چیز رو میداند. یعنی کسی که فیت داره، در واقع ایمان داره به کتاب آسمانی، همه چیز رو میدانه. خب میدونه انسان از کجا اومده، میدونه انسان به کجا میره، میدونه سرنوشت گیتی چه میشه، نمیدونم حشر و نشر و کن فیکون رو میدونه، مرده ها چگونه از قبر پا میشن. عرض میشود که سرانجام انسان هم یا به بهشت است جهنم. بنابراین سوال های مهم فلسفی
سوالهای کلی مربوط به حیات انسان از ذهن عرض میکنن که اینجور آدم ها معمولا گذر نمی کنه، سوال در جزئیات هست و اینها. این هم یک نکته دیگری بود که خواستم اینجا و هموطنانی که اون بحث رو شنیدن و من فرصت نکردم صحبت کنم اینجا روشن کرده باشم. خیلی خوب، خانم هما ناطق، من این رو با قید احتیاط عرض میکنم، عرض میشود که این تحقیق رو، ولی بد نیست که بدانیم که اینها داستان چه بوده. خب اینجا از باب در واقع کلمه حافظ صحبت کرده، بله، حافظ و پیشه حافظان. واژه حافظ در مفهوم اول لقب سرودگویان و سرودخوانان است. به سخن دیگر حافظان دانشمند و هنرمندی است که بسراید سروده ها را با آواز بخواند و راه ها و پرده های موسیقی را نیک بشناسد و سازندگی نیز بداند، چون که در رساله های موسیقی در متون تاریخی تذکرات فرهنگ ها میبینیم. لقب هر یک از این حافظان یا به نام زادگاهشان بود، مثل حافظ شیراز یا حافظ شیرازی، بله حافظ و دیگر حافظان، یا به آوازشان در نواختن و شناساندن سازی از سازها، حافظ چنگی، حافظ قانونی، حافظ، یا به آفرینش مقام ها در موسیقی، حافظ عبدالقادر، حافظ مومن، و یا به آواز خوشی که داشتن، حافظ عندلیب. برخی در دستگاه های دیوانی به مقامات بزرگ رسیدن، مانند حافظ اوشاتی یا اوشاتی که حکومت چارجوی سمرقند به دو پیشنهاد شد، یا حافظ توتی که در مقام صدر داشت، یا حافظ رازی خواجه غیاث‌الدین که به زمان جانشین تیمور زیست و زمام امور دیوانی و مهام سلطانی را در دست گرفت، حافظ باخرزی شاعر و پزشک و موسیقیدان بود، حافظ شیراز همانند حافظ عبدالقادر لقب خواجه داشت و در ردیف بزرگان بود. معین هم میگوید کلمه حافظ لقب بسیاری از بزرگان و برخی شاعران بود، برخی هم قرآن حافظ قرآن بودند، چون که خواهیم دید. زمینه مشترک حافظان در این بود که جملگی اهل دانش و فضل زمان خود به شمار می‌رفتند، در شناخت موسیقی به ناگزیر می‌بایست با علم ریاضی آشنا بودند تا بتوانند پرده‌ها را که اهل نوا با جدول‌های ریاضی می‌آراستند دریابند، چون که حافظ عبدالقادر مراغی بزرگترین موسیقیدان ایرانی و همزمان حافظ شیراز در این باره نوشت: علم موسیقی عبارت است از علم ریاضی که بحث کند در آن از احوال و نغمات. این مرد بزرگی است، یعنی بعد از فارابی ما نظریه پرداز موسیقی بزرگتر از این حافظ عبدالقادر مراغی نداریم. دو کتاب مهم از او برجاست، یکی جامع الالحان، یکی مقاصد الالحان، که بیشتر نزدیک 80% هم واژگان عربی و مصطلحات موسیقی است. اینها خیلی خوب، اینها رو نوشته است. بعد تعداد زیادی حافظ معرفی کرده که من شما رو حواله میدهم به، عرض میکنم که به کتاب، یکی دوتا نیستن این حافظ ها که من خدمتتون کنم، همه هم که ایشون نام برده اینا اهل موسیقی بودن، مثل حافظ قانونی هروی، مخترع قانون بود و دل پیر و جوان را به دست گرفته، اما به گفته چنگی آواز حافظ در کمال ناخوشی بود و گاهی در حین نواختن قانون که مردم را ذوق دست دادی، جناب او ذوق خواندن کردندی و مردم از قانون او هم بیزار شدی. یعنی صداش قد بد بود که وقتی قانون میزد خودش هم خودش میخواست بخونه ولی صداش بد بود. از این داستان شیرین هم حافظ توتی در سمرقند میزیست، حافظ عرب از هرات بود و بله حافظ عندلیب از کاشان بود و موسیقیدان و خوش آواز، چون که از لقبش پیداست این حافظ را حسن نراقی به نیستان شناسان، از اساتید موسیقی و آوازخوان و شاعر بود، بله، و حافظ غیاث‌الدین دهدار آراسته به چندین هنر بود، مجالس امیر علی شیر نوایی را می آراست، واصفی گواه پرسش و پاسخی بود که میان او و امیر روی داد، بله، بعد سوال جواب امیر رو با این حافظ غیاث‌الدین آورده است. این کتاب خانم هما ناطق در ارتباط با حافظ و حافظها اینجا هست، توانید هموطنان مراجعه بکنن، خیلی خیلی کتاب خوبی است، اطلاعات موسیقی خوبی هم داده است. و تا اونجایی که به تصوف مربوط است اشاره کردم حافظ مصطلحات اینها را آورده: حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و اهلها. حضور قیاب شرط و تامات
خیلی خیلی لغات دیگر در حافظ هست که اینا مصطلحات متصرفی نه، اینا معانی عمیق داره اینها، حافظ هم از اینا استفاده کرده. ضمن اینکه خود او با این صوفیان اصلا بازاری خیلی مخالف بوده. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. یا صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مد با فلک حق باز کرد. از اینجور داستان ها یعنی نقد صوفی. و یه مطلب خیلی خیلی مهمی که باید خدمت شما عرض کنم، نقد دین دو بار میسر شده. یکی توسط عرض کنم که محمد ابن زکریای رازی در اون دورانی که واقعا یه آزادی آزاداندیشی حاکم بوده و ایرانیان حاکم بودن در منطقه خراسان و ری و اینا، آزاداندیشی بود. اما دیگه نداریم، ما نقد دین دیگر نداریم. اون چه منصوب به خیام است البته بگونیم، در روزگار حافظ عبید زاکانی و نمیدونم خواجو و سلمان اینها جرأت این که اینها مستقیم با دین روبرو بشن نقد کنن نبود. این است که زاهد رو نقد میکنن، زاهد رو نقد میکنن، در واقع زاهد رو نقد کردن یعنی در واقع دینش رو نقد کردن، چون جرأت که نمیکردن که در یک مورد، در یک مورد حافظ گفته است گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. بیچاره فرار کرده، طوری که در داستان آمدن که میخوان اینو بکشن یا تکفیر کنن، اینا فرار کرده و بریخته. تمام شد برنامه ما. خلاصه مطلب بهش گفتن آقا نقل کف کف نیست، شما برو یه قالهی بجور جسته پیدا کرده. این حدیث هم که خوش آمد که سحرگه میگفت فرم با دف و نی در میکده ای با دف و نی ترسایی که مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود. برای این مطلب خیلی پیچیده و مهمی است، حالا در فرصتی بهتر خدمت شما صحبت میکنیم. امیدوارم جمعه در خدمت شما باشیم. همونطور که عرض کردم فردا در برنامه پارازیت هستیم تا ببینیم چه میشه. بعد با سپاس از بارتان گرامی و شما نازنینان، یک بار دیگه از همه دوستانی که شرکت کردن در برنامه صحبت ما با آقای هیلمن و همه دوستانی که کمک کردن و محبت کردن، یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.